سلام آپارات عزیز، مدیریت محترم، دست اندرکاران، عوامل اجرایی، کسی که این فیلم رو ملاحظه میکنی، امیدوارم این فیلم به سمع و نظر دست اندرکاران به خصوص مدیریت محترم سایت آپارات برسه. من پیشنهادی در مورد فیلم های بارگذاری شدم دارم خدمت شما ارائه میکنم. قبلش یه معرفی مختصر و کوتاهی از خودم داشته باشم. من محمد رضایی، متولد 1361، تهران، فارغ التحصیل مهندسی صنایع. 7 سال هست که فیلم های ریاضی و فیزیک میسازم، یعنی دقیق تر بخوام بگم از 1393 تا 1400 فیلم های آموزشی ریاضی و فیزیک رو ساختم. در سایت معظم شما یعنی آپارات بارگذاری کردم، در جاهای دیگه هم همینطور، اما اولین فیلمم رو در سایت آپارات و تا الان همه فیلم هامو در آپارات قرار دادم، البته بجز فیلم هایی غیر درسی که به خاطر سیاست هایی که سایت آپارات داشته اونجا قرار ندادم و دوست ندارم شما دچار مشکل بشید و فیلم ها رو حذف کنید. میدونم خیلی برای همون چند تا فیلم هم احتمالاً تذکر گرفتید، از این لحاظ به شما حق میدم که بخواید این سایت رو حفظ کنید و خودم هم اگر جای شما بودم به کسی مثل خودم توصیه ای میکردم، اما خب شما این رو نگفتید. من از برخورد متانت آمیزتون تشخیص دادم که باید این کار رو انجام بدم. من یه توصیه خدمت شما برای فیلم های آموزشی ریاضی و فیزیک هم دارم. حالا تا وقتی که زنده هستم که خودم این فیلم ها رو توی اکانتی که به من داده شده، همین آدرسی که ملاحظه میکنید، مدیریت دارم میکنم، اما به هر صورت اگر نتونستم یا امکاناتی که دارم از بین رفت یا خودم از این دنیا رفتم، میخوام بزرگواری کنید شما این روند رایگان بودن رو، این وضعیتی که توی این کانال وجود داره رو حفظ کنید. فرض کنید که این مال خودتونه، مال فرزندتونه و رایگان در اختیار مردم باشه، ثوابش انشاءالله برای شما هم هست. خلاصه پیشنهادم یکی این هست و یکی این که اگر کمک کنید با توجه به وضعیتی که وجود داره تبلیغاتی برای این فیلم ها صورت بگیره و در صفحه اول نمایش داده بشه، خیلی بزرگواری میکنید. خلاصش این بود. حالا اگر مایل هستید جزئیات هم بگم، شاید متقاعد شدید که این کمک و مساعدت رو به من، به دانش آموزان نیازمند و بی‌بضاعت داشته باشید. آپارات عزیز، مدیریت محترم، پیشنهاداتی در مورد فیلم های آموزشی هم خدمت شما ارائه می کنم. خدا می دونه وقتی که داشتم این نامه رو می نوشتم اشک در چشمانم بود، بغض داشتم. صبح وقتی پیج اینستاگرام ایران اینترنشنال رو دیدم که یکی از اعضای کمیسیون آموزش مجلس جمهوری اسلامی صحبت از این داشت که 2 میلیون نفر از دانش آموزان در سال جاری هنوز ثبت نام نکردن و این معنیش اینه که ترک تحصیل کردن دیگه. حالا با اون ادبیات مخصوص خودشون میخوان موجه نشون بدن و یه جوری اثر سوءش رو کم نشون بدن. این اتفاق خیلی بزرگه. ما در دوره کرونا 1 میلیون نفر ترک تحصیل داشتیم. فقر دلیل اصلیشه. 2 میلیون نفر رو شما حساب کنید، به اون 1 میلیون نفر اضافه بشه و میدونید که وضعیت کیفیت آموزشی در حال حاضر در مدرسه دولتی به چه صورته. یعنی معنیش این نیستش اون 10-12 میلیون نفری هم که رفتن الان امکانات آموزشی خوبی دارن، دارن علم و یاد میگیرن، فقط وارد مدرسه شدن انگاری. من 10 سالی هست که عضو سایت معظم شما هستم. با توجه به
ثباتی که سایت شما داشته همواره از شما متشکر بودم و الان هم قدردان شما. کار بزرگی کردید، میزبانی کردید برای 5 میلیون خورده ای بازدیدی که از فیلم هام شد. از شما سپاسگزارم. این آموزش برای مردم بدون کمک و میزبانی شما محقق نمیشد. واقعا خداوند شما رو به خاطر این معجور کنه. انشاءالله برای آخرتتون باقیات و صالحات باشه. من این فیلم ها رو سال 93 بعد از اینکه یک سالی توی مدرسه معلم بودم، هم در بالا شهر هم در پایین شهر، و تشخیص دادم که موندنم توی مدرسه برای خودم و دیگران اونطور نیست که اگر خارج از مدرسه باشم. خیلی جو مدارس بد بود برای اینکه من اون آموزش هایی که لازم هست این دانش آموزان ببینن رو اونطوری که دلم میخواد، یعنی باید و حق هست، انجام بدم. اما خداوند این تقدیر رو کرد با آموزش از طریق فیلم سازی آشنا شدم و هر آنچه که میخواستم رو تا اونجایی که امکانات بهم اجازه میداد تونستم پیاده کنم. از ابتدای فیلم سازی که شروع کردم، فیلم پایه نهم، بعدن رسیدم تا 12 و بعد دیدم 3، 4، 5 دبستان، 6 دبستان هم ساختم، پایه 7 و 8 هم ساختم. بعد فیلم های آموزشی فیزیک رو شروع کردم و حدود 600 فیلم آموزشی ریاضی و فیزیک، تمام کتاب های درسی مقطع متوسطه اول، متوسطه دوم در درس ریاضی و فیزیک و در درس ریاضی برای پایه های 3، 4، 5، 6 کامل، از سطح کتاب تا تیز هوشان یعنی سخت هوشان، تست ها، تمرینات تکمیلی، آزمون های پایان نوبت، برخی از مباحث بالای 5-6 فیلم و ساعت ها وقت گذاشتم. تو این 7 من کاری نکردم جز این که، یعنی از سال 1393 تا 1400 وقف کردم عمرم رو برای تولید این محتواها و واقعا افتخار میکنم. هر کار دیگه ای میکردم انقدر قلبم راضی نبود و مطمئن نیستم که اصلا کاری به اندازه این کار میتونه مفید باشه، آموزش اون هم ریاضی و فیزیک که راه و چاه و به آدم ها نشون میده. وقتی تر چند سال پیش سایت شما به من پیشنهاد داد که این فیلم ها رو میتونم پولی کنم، من بلافاصله رد کردم، به خاطر اینکه با خودم عهد کردم که این حتی اگر کاسه گدایی دستم بگیرم و جلوی مسجد برم، این چیزی هستش که وقف کردم و 100% قطعی است، این بخشی از وجود و شخصیت من شده که اینها باید همینطور بمونه. فقط در یک دوره قبل از اینکه به اینجا برسم که این عهد رو داشته باشم، یعنی قبل از اون پیشنهاد آپارات بود، یک یا 2 فیلم رو برای یک مدت کوتاهی گذاشتم برای فروش و چند نفر این رو خریدن، هر کدوم مثلا 100,000 تومان، فکر نمی کنم 3-4 بیشتر شد. و بعد به خودم گفتم آیا میخوام این روند رو ادامه بدم بعد از اینکه مثلا همه فیلم ها ساخته شد، راضی هستم یا نه. یه دورنمایی در ذهنم مجسم کردم و دیدم نه، بلافاصله اونها هم رایگان کردم و در آپارات قرار دادم. مدام این جملات پدر مادرها رو که
توی فیلم ها، توی مصاحبه ها وقتی باشون صحبت میشه، بزرگترین دغدغه‌شون اینه بچه هاشون درس یاد بگیرن، علم یاد بگیرن تا مثل اونها بدبخت نشن. اما جالبی قضیه اینجاست، وقتی از پدر مادرهایی که پولدار هستن، صاحب مغازه و کسب و کار هستن، کارخونه هستن، از اونها هم صحبت میشه که چه آرزویی دارن، میگن دوست داریم بچه هامون به سعادت و خوشبختی برسن. حتی سپاهی ها و افرادی که به این حکومت وصل هستن هم دوست دارن اینطور در مورد دغدغه‌شون صحبت کنن که بچه هامون دوست داریم عاقبت به خیر بشن. حتی اگر این افراد پولدار یا این کسایی که یه الفاظی مثل عاقبت به خیری رو بیان میکنن ندونن چی هست، میدونن غیر از پول و ثروت هست اون خواسته ای که برای فرزندانشون دارن. این علم، این راهو از شاه نشون دادن، این همون خوشبختی مساوی با اونه، متناظر با اونه. کسی که میفهمه، کسی که آگاه هست، عین این هستش که خوشبخت باشه. آپارات عزیز، نمیدانم تو به اندازه‌ای که من دلم برای وضعیت مردم، وضعیت جامعه کشورمون میسوزه، شما هم همینطور هستید یا نه. قطعا شما هم دغدغه هایی دارید، شما هم دوست دارید درآمدی برای خودتون داشته باشید، شاید اولویتاتون با من متفاوت باشه، اما بیایید یک بارم که شده یه طرف دیگه این زندگی که مربوط هست به آخرت توی این موضوع من در نظر بگیرید. پیشنهاد من اینه که شما اولا فیلم هامو حفظ کنید، یعنی تا اونجایی که میتونید سعی کنید که در همین وضعیت بمونه کیفیتشون و پخششون به صورت با ثبات باشه. من احساس میکنم، نمیدونم، به نظرم میاد، شایدم دقیق نباشه حرفم، ولی تعداد بازدیدهای فیلم هام از یک هشتم هم نسبت به قبل کمتر شده. یعنی اینقدر وضعیت دوری از تحصیل برای دانش آموزا زیاد شده، من بعید میدونم. پیشنهاد من اینه که در مورد فیلم هام تبلیغات بیشتری انجام بشه. این فیلم ها همون فیلم هایی هستش که خیلی از افراد تونستن بدون معلم، بدون اینکه شرایط مالی خوبی داشته باشن، حتی وضعیت خانوادگی خوبی داشته باشن، با اونها ارتباط برقرار کنن. اینقدر من پیام شخصی داشتم، با اینکه مردم ایران عادت ندارن از کسایی که اینچنین کار میکنن بیان تشکراشون رو علنی کنن، با وجود اینکه یعنی میبینن که خط سیاسیش اینقدر متفاوته، آرشون میاد بیان تشکر کنن. اما در سالهایی که قبل بود پیام های زیادی داشتم که تشکر می کردم، می گفتم برای اولین بار بود که ما می فهمیدیم چی هست ریاضی، ما تا حالا هیچی از ریاضی نفهمیدیم. و خیلی ها وارد دانشگاه شدن از قشرهایی که مثل خود من فقیر هستن. خب اگر من این شانس رو یا این لطف خدا رو و این فرصت رو به مناسبت تلاش خودم البته پیدا کردم که این علمو داشته باشم، چرا دیگران رو با اون شریک نکنم؟ و این بخشی از سعادت من هست و بخشی از اخلاقی که من به اون پایبند هستم، وظیفه خودم میدونم. خیلی از دانش آموزا هستن که دنبال این هستن وضعیت خانوادگیشون، فقرشون، مشکلات رو بهونه کنن. اونها وقتی که در اینترنت میچرخند خیلی از چیزها رو میبینند، به اونها متمایل میشن. من میدونم آپارات عزیز، اگر شما فیلمهای من رو در تمامی صفحات اول خودتون رو هم قرار بدید، احتمالاً خیلی اونجوری شاید تعداد بازدیدهاش به اندازه اون فیلمهای سرگرم کننده نشه. اما اگر 20% 30% هر سال اضافه بشه خیلی اهمیت داره. من فقط میخوام به صورت رندوم هر چند وقت یه بار این فیلم ها رو اگر
قسمتی از صفحه اولتون اختصاص بدید به این بد نیست. من پیشنهادم اینه، این ممکنه برای اون دانش آموزهایی که هدف ما هستن هم فقط یه چیز گوشه نظر علمی داشته باشن، بگن این یه برنامه ای دارن و نگاه کنن و برن، اما پیش وجدانشون یک اثر عمیقی خواهد گذاشت و این اثر عمیق همون بخشی از دانش اونها. میفهمن کسانی هستن تو این جامعه هنوز برای اونها دل میسوزونن و این نفسشون رو، نفس مطمئن نشون رو بیدار میکنه و جاهایی ممکنه باعث جلوگیری از خیلی از خطاهای این افراد بشه. بدونن هنوز هم افرادی به دنبال آخرت، معنویت هستن. لازم نیستش که حتما بیان از من ریاضیات بگیرن، مستقیما از فیلم آموزشی من استفاده کنن، همین حرکت من رو درک کنن. کسی رایگان عمرشو گذاشته برای اونها، اهمیت قائله، براش مهمه که دیگران در این کشور اونطوری که سعادت رسیده بهش، اونها هم بهش برسن و ببینن دست‌اندرکاران سایت هایی مثل سایت آپارات غیر از فیلم های سرگرم کننده که ازش درآمد به خاطر تبلیغات به دست میارن، چنین کارهایی رو هم انجام میدن. من هدفم راستش از اینکه این فیلم رو به این صورت انتشار دادم این هستش که برای شما هم یک توجیهی باشه. اینو به صورت خصوصی نفرستادم تا شما هم بتونید این رو نشون بدید به دیگران. ما هدفمون این نیستش که یه اتفاقی بیفته دیگران خبردار نشن. اتفاقا این ریا خوبه، یعنی این رو آوردن چیز خوب خوبه. جز قصد این ندارم که دیگران از این فیلم ها استفاده کنن. باور کنید که هر لحظه ای که این افراد بیان از این فیلم ها استفاده کنن یا نه، همون اثری که گفتم در اون روح پاکشون یا روح حقیقت جوشون داشته باشه، شما در اون شریک هستید. خواهش میکنم این مساعدت رو داشته باشید که فرصت کمه و هر کدوم و هر لحظه ای که از دست میره برای هر کدوم از ما میتونه خوب باشه اگر کاری که باید انجام بدیم و انجام بدیم، و میتونه بد باشه اگر سستی کنیم. موفق و سلامت و شاد باشید. خیلی ممنونم توجه کردید. امیدوارم شما عزیزانی که این فیلم رو ملاحظه کردید خودتون عضو کانال هام در آپارات یوتیوب، تلگرام بشید و دوستان خودتون، اون کسانی که واقعا به خاطر اینکه تبلیغات نیست، فیلم هایی که با عشق و علاقه ساختم خیلی مفهومی هست، در لابلای این همه فیلم هایی که ساخته شده گم شده، به اطلاعشون برسه و بتونن اونها هم ریاضی و فیزیک رو عمیقا مفهومی یاد بگیرن. خیلی ممنونم.